سر اومد زمستون شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، لاله زارن، لاله ها بیدارن، لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارم، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارم. توی کوه سون دلش میداره توفنگ و گل و گند و داره میاره، سینش جان جان جان، توی سینش جان جان جان. یه جنگ ستاره داره جان جان، یه جنگ ستاره داره. تریمیوز مهمترین نهاد بین المللی پیگیری وضع هنرمندان جهان با به راه انداختن کمپین و نوشتن نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آریا آرام نژاد خواننده و ترانه‌سرای ایرانی شد. رونوشت این نامه به اتحادیه اروپا، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین المللی وزارت امور خارجه دانمارک، رسانه‌ها و سازمان‌های مختلف دانمارک و همچنین به 2000 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی ارسال شده است. متن کامل نامه این نهاد چنین است: آریا آرام نژاد، هنرمند ایرانی، از 8 نوامبر 2011 میلادی برابر با 17 آبان 1390 تحت شرایط سخت و غیر انسانی در زندان است. این نهاد بین المللی در این نامه به مقامات ایران یادآوری می کند که ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم به اجرای شرایط این میثاق است که از جمله موارد آن تحت حمایت قرار دادن و تأیید بر آزادی بیان است. حق آزادی بیان به صورت شفاهی، کتبی یا چاپی در قالب هنر از جمله این موارد است. همچنین در این نامه به دولت ایران یادآوری می کند که سازمان ملل متحد بر طبق این قوانین خواستار حداقل حقوق درمان برای زندانیان و همچنین دسترسی به وکیل فارغ از هر گونه بدرفتاری بیرحمانه است. بر اساس اطلاعاتی که به نهاد فریمیوز رسیده است، آریا آرام نژاد از حقوق نامبرده که شامل وکیل و درمان است برخوردار نیست و چندین بار با او در زندان بدرفتاری شده است. آریا آرام نژاد 28 سال سن دارد و در بابل، شهر کوچکی در شمال ایران، به دنیا آمده است. در یکی از مقالات منتشر شده در وبسایت نهاد فریمیوز، سپیده جدیری، شاعر تبعیدی ایرانی، او را به ویکتور خارا، خواننده انقلابی شیلی که بعد از کودتای نظامی پینوشه به طرز وحشیانه‌ای در سال 1971 به قتل رسید، تشبیه کرده است. این شاعر در بخشی از مقالش به آهنگ یک روز خوب آرام نژاد اشاره می کند که آن را زمان راهپیمایی های 25 بهمن 1389 اجرا کرده بود. رو لبام قفل سکوت و تو گلوم یه انفجاره، کسی از حال دل من این روزها خبر نداره، زیر پرده های سانسور توی این شهر نفسبر من هنوز معتقدم که روبرو فصل بهاره، من هنوز معتقدم
که روبرو فصل بهاره. رو لبام قفل سکوت و تو گلوم یه انفجاره، کسی از حال دل من این روزا خبر نداره. زیر پرده های سانسور توی این شهر نفس بر، من هنوز معتقدم که روبرو فصل بهاره. سرد زمستون رو تنه زخمی و خستم، توی زندون ستمگر پشت این درای بستم. زیر رگ بار شکنجه، زیر توهین، زیر تحقیر، دل به فرداهای روشن، دل به فریاد تو بستم. میرسه روزی که جای من و تو زندون نباشه، پاسخ سؤال ساده با تفنگ و خون نباشه، کسی به جرم عقیده له نشه. تو من عام نسپرم سر کسی رو به تناب و چوب دام. رو لبام قفل سکوت و تو گلوم یه انفجاره، کسی از حال دل من این روزا خبر نداره. زیر پرده های سانسور توی این شهر نفس بر، من هنوز معتقدم که روبرو فصل بهاره. اما خیلی ها خالی جاشون جاریه، تو گوش این شهر آه سرد مادراشون. روزی که کینه و نفرت توی تاریخ جا بگیره، حق آزادی انسان توی مشت شب نمیره. میرسه روزی که جای من و تو زندون نباشه، سخه سؤال ساده با تفنگ و خون نباشه، کسی به جرم عقیده له نشه. تو من عام نسپرم سر کسی رو به تناب و چوب دام. رو لبام قفل سکوت و تو گلوم یه انفجاره، کسی از حال دل من این روزا خبر نداره. زیر پرده های سانسور توی این شهر نفس بر، من هنوز معتقدم که روبرو فصل بهاره. ولی امیدوارم که روزی شاهد آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله آریا آرام نژاد باشیم، هنرمندی که باید آزاد باشه و آزادی رو در واقع ارتقا ببخشه با آثار هنرمندانش، همکنون در گوشه یکی از زندانهای جمهوری اسلامی در شرایط بدی گرفتار آمده است. بینندگان عزیز، همه شما میدونید که روز جمعه، یعنی چند ساعت میشه؟ هر حال حد اکثر 48 ساعت از برنامه امروز ما که بگذره، 36 ساعت نزدیک، روز انتخابات در ایران، انتخاباتی که کاملا یک دسته و از قربال‌های مختلف رد شده و جمهوری اسلامی هم برخلاف انتخابات قبلی
قصد اون رو نداره که فضای انتخاباتی گرمی رو به وجود بیاره. در واقع به صورت تشریفاتی میخوان برگزارش کنند و از کنارش برن. تمام نیروهای مخالف جمهوری اسلامی مردم رو دعوت به عدم مشارکت کردند، دعوت به خانه نشینی کردند برای اینکه بازار جمهوری اسلامی گرم نشود. یکی از عناصر مهمی که در انتخابات جمهوری اسلامی همیشه خودشو نشون داده و از مسائلی که خودشو نشون داده چیزی نیست جز مسائل زنان. همونطور که در برنامه دیشب خدمتتون گفتم، تعداد زنانی که در تمام این ادوار قانونگذاری جمهوری اسلامی به مجلس وارد شدند به نحو بی سابقه ناچیز و کمه و اصلا نشانگر نسبت جمعیتی نیست، ولی نشان دهنده اعتقاد جمهوری اسلامی به نابرابری حقوق زن و مرد و اینکه زنها موجودات دست دومی هستند هست. امشب درباره مسائل زنان از دو شخصیت ایرانی دعوت کردم که در برنامه من شرکت کنند و این برنامه رو همراهی بکنند. خانم دکتر فوجان زینی روانشناس و خانم شکوه میرزادگی پژوهشگر فرهنگی و اجتماعی. خانم ها خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. با سلام به شما آمدید. دوستان عزیز و بینندگان برنامه شما. مرسی خانم. صدای ما سوت میزنه، اگر ممکنه خانم میرزادگی رو داشته باشیم. خانم سلام. سلام بر شما. حال شما خوبه خانم؟ خیلی ممنون. سلام بر مهمان شما و همه مخاطبین شما در هر کجای که هستن. با سلام از طرف من هم به شما خانم میرزادگی. مدت ها بود که چنین ترکیبی رو نداشتیم که برنامه رو داشته باشیم و آقایون حضور نداشته باشن به جز خود من و خانم ها باشن که همکاری بکنن. شما هم که مدافع خانم ها هستی و تعجبی نداره، اکثر برنامه ها بدون زن ها میگذره و چقدر خوبه که شما این بار بدون مرد ها دارید اجرا میکنید. در وقتم از دست شما خانم. خب میخوایم به مسائل زنان در بپردازیم، به خصوص مسائل زنان در ایران خودمون. من سوال مطرح کنم یا خود شما خانم ها یه چیزی رو در مقدمه آغاز میکنید؟ مقدمه ای رو خواهید داشت برای مطلب. خانم میرزادگی نظر شما چیه؟ برای من فرقی نمیکنه، میتونم من شروع کنم، میتونید شما سوال کنید. بسیار خوب، اگه موافق باشید هر کدوم از خانم ها در شروع 5 دقیقه به قول آخوندا مفتاح بحث بفرمایید تا بعد ادامه بدیم. خانم میرزادگی من سراپا گوشم. قربون شما. من یک نکته رو در شروع دلم میخواد گفته باشم و اون اینه که حضور زنان در انتخابات، رفراندوم ها و چیزهایی که در واقع مربوط میشه به صندوق رای الان تقریبا حدود 2 قرنی است که یعنی اهمیت داره برای سیاست مداران در کشورهای پیشرفته، جاهایی مثل کشورهایی که ما داریم الان زندگی میکنیم در اروپا، آمریکا و کشورهایی که صندوق رای یعنی دموکراسی، زنها از طریق همین صندوق رای تونستند تمام حقوقی رو که اکنون به دست آوردن به دست بیارن و در واقع به وسیله همین صندوق رای به داد و ستد و به دوبستان با سیاستمداران پرداختن. یعنی منظور من اینه که همونطور که اهمیت صندوق رای برای سیاستمداران با حضور زنها وجود داره، این صندوق رای برای زنها هم اهمیت داره و من پیشنهاد میکنم بحثی رو که امروز داریم بر این محور بگرده که این صندوق رای که تونسته برای زنان کشورهای پیشرفته جهان واقعا معجزه بکنه،
تا کنون برای مردمان سرزمین ما، برای زنان ما چگونه بوده و اکنون زنهای ما چه وظیفه‌ای دارن در مقابل این صندوق رأی داشته باشن. خیلی متشکرم خانم. خیش بر اساس گفته شما نه تنها صندوق رأی به نظر من مهمه، بلکه حتی داشتن خانم ها در دولت خیلی مهمه، برای اینکه زمانی که قوانین داره ساخته میشه و قوانین برای زنان داره ساخته میشه، بودن اونها و صدای اونها و اون مسائلی که برای اونها مطرحه مهمه که اونها باشن که بتونن این کار رو انجام بدن. همونطوری که خانم میرزادگان فرمودن، خیلی از ممالک رو که ما نگاه میکنیم، مثلا یکی از مواردی که میتونم توضیح بدم خشونت در خانواده است، که ببینیم در تمام ممالک، حتی ممالک غربی، آمار هنوز بسیار زیاد هستش، در ایران هم بسیار زیاده، ولی مسئله ای که تونسته این مورد رو نگهداری ازش بکنه و فضایی رو به وجود بیاره که شاید حلال مشکلاتش بشه، اون گروه رو ببره به روانشناسی یا کلاس‌هایی براشون بذارن که یاد بگیرن و این کارها ادامه پیدا نکنه، قانون بوده. یعنی و خیلی از ایرانی‌ها رو حتی ما می‌بینیم که زمانی که از ایران تشریف میارن اینجا و این نوع قوانین الزاماً ممکنه حتی حالت دکور باشه ولی عملاً اتفاق نمی‌افته، وقتی که اون خانواده به امریکا میاد، اولین قدمی که اینجا میذاره و خشونتی در خانواده به وجود میاد، قانونی که جلوش رو میگیره و اون قانون کمک میکنه که این اتفاق دیگه در اون فضا نیفته. یعنی اگر که اون شخصی رو که معمولاً حالا مردها به زنها هستن، نه اینی که زنها به مردها نیستن، ولی ریشیو و آماری که میاد بیشتر از طرف مردها به زنها هست و قاعدتاً به خاطر زوری که بدنی هست، زور جسمانیشون هست، زور کنترل مسائل مادی هست، این اتفاق بیشتر میفته. وقتی که قانون جلو میاد، کاری رو انجام میده که اون شخص یک شب حتما زندان میره، بعد از اون میبرنش در کلاس ها، باید 52 جلسه کلاس برداره، از طرف قانون چک میشه و مجبورشون میکنن برن کلاس های روانشناسی و دوره های روانشناسی برای با هم بودن، برای چجوری همزیستی کردن و چجوری برای فرزندانشون فضای سالم رو به وجود آوردن. اینجا میبینیم که قانون داشتن چقدر کمک میکنه به اینی که کلن فضا رو سالم بکنه و اون زن رو از جایی که داره بهش زور میاد اون فضا رو براش بالاتر ببره. به خاطر همین نه تنها صندوق رأی داشتن مهمه، بلکه زنان رو در مقام دولتی داشتن مهمه. خب صندوق رأی با این ترتیب برای مردان هم مهمه، یعنی در کشوری مثل ما صندوق رأی درسته از نظر تعداد زنان کمتری رو میبره به قوه قانونگذاری و به طب در دولت هم نسبت کمتری دارن، ولی برای مردان هم فرقی نمیکنه، برای اینکه برای مردان هم کاری نمیکنه. یه خودی بیشتر توضیح بده خانم میرزادگی، منظورتون چیه از نقش صندوق رأی در انتخابات؟ حتما. اولا همطور که خانم دکتر فرمودن، مسئله زنان، مسئله‌ای که گفتن قانون، اتفاقا همون بدو بستونی رو که من اشاره کردم بهش در ارتباط با قوانینه. یعنی زنها فرض میگیریم الان میرن به آقای اوباما که قرار رئیس جمهور بشه فرزن، میگن اگر تو رئیس جمهور شدی ما به تو رأی میدیم به شرط اینکه تو بتونی قانون مثلا کنوانسیون رفع تبعیض رو امضا بکنی. کاری که زنهای ما در زمان آقای موسوی و کروبی کردن، متاسفانه خیلی زمان بدی بود برای این کار، توضیح خواهم داد، رفتن و گفتن که ما میتونیم حمایت کنیم، ائتلاف به عنوان ائتلاف حامیان ائتلاف اسمشون گذاشتن، رفت ما به شما کمک میکنیم برای رأی دادن، شما هم قول به ما بدین وقتی که صاحب قدرتی شدین کنوانسیون رفع تبعیض رو و کنوانسیون های دیگه که مربوط به حقوق زن است امضا بکنید. اما این نگرفت. دلایلش رو بعدا خواهم گفت که چرا امکان این که این بده بستون ها در سرزمینی مثل سرزمین ما باشه وجود نداره. اما در این که مسئله مردها و مسئله زنها،
در ارتباط بله طبیعیه، مردی هم که میره رای میده، ما میگیریم مثلا سال 58 رفراندومی که زنها و مردها رفتن رای دادن، شما ببینین که مردها چقدر زیان کردن و زنها چقدر زیان کردن. یعنی زنها یک بار بابت همه چیزهایی که مردها زیان کردن، مثل مسائل اجتماعی، مثل مسائل سیاسی، آزادی بیان، آزادی انتخاب، هر چی که اسمش رو، هر چیزی رو که مردها از دست دادن، یک بار زنها اونجا زیان کردن به عنوان یکی از اعضای، یکی از شهروندان سرزمینمون، و یک بار هم به عنوان زنها. یعنی مردها در واقع به نوعی به نفعشون شد، به نفع، من توی گیومه حتما بگم که نفع رو دارم با دید آنی نگاه میکنم. یعنی وقتی به یه مردی بگن که، به یه مردی که بیخبر ناآگاه، بگن آقا شما میتونی 3-4 زن داشته باشی طبق این قوانین، اگر بگی جمهوری اسلامی رو میاری یا نه، اگه بگی آره فردا میتونی 4 زن داشته باشی، فردا میتونی بچه ها تو داشته باشی، فردا میتونی اجازه ندی زنت از در خونه بره بیرون، فردا زنت باید بدون اجازه تو نمیدونم لباس نپوشه، همه این چیزها رو به مردی بگن. مرد بی خبر در واقع با این بله گفتن داره به نفع خودش کار میکنه، در حالی که زنی که در سال 58 آمد امضا کرد که تمام حقوقی رو که تا اون لحظه داشته ازش بگیرن، یعنی یک موجودی که علیه خودش برخواسته بوده، و این علیه خود برخواستن به سبک مردا نبوده که به نفع خودشون باشه. یعنی حتی یه موقع هست که علیه خودش برمیخیزه، آدم فکر میکنه که بله، مثلا در یک کشور دموکراتیه که اون زنی که بهش این حق رو میدن که با مردش مساوی باشه، این رو درک نمیکنه، ولی وقتی اینو بهش دادن خیلی هم به نفعش بوده. مثل درست مثل قوانینی که مثلا در دوره در رضا شاه به زور آمدن گفتن زنها باید بیان برن بیرون، درست این عمل به زور کار درستی نبود، ولی در نهایت به نفع زنها، در حالی که در این حکومت هر کاری که زنها هر بار که رفتن رای دادن به زیان خودشون رای دادن، و این دردناک و حیرت انگیزه. یک سری از مسائل رو ما باید نگاه بکنیم که کلن فرهنگیه، یک سری مذهبیه، و وقتی که در اون حیطه نگاه میکنیم، افغانستان نگاه میکنیم، پاکستان نگاه میکنیم، عراق نگاه میکنیم، عربستان سعودی نگاه میکنیم، نقش زن کلن در اون محیط رو ما نگاه بکنیم خیلی متفاوت بوده در تمام این سالیان سال، چه جمهوری اسلامی بود چه رژیم های دیگه بودن، کلا وقتی که نگاه میکنیم نقش زن پایاپای به فضای غرب نرسیده. درسته مثلا میگیم 50 سال پیش، 60 سال پیش، تقریبا تا بتونیم بگیم 100 سال پیش، یواش یواش زنان دنیای غرب شروع کردن این قسمت هایی رو برای خودشون براش بلند شدن، مردان هم در کنار اونها براش بلند شدن. خب این اتفاق نیفتاده هنوز برای کلن اون قسمت. یک سری از قوانینی که ما داریم صحبت میکنیم همیشه بوده، مثل این قوانینی که حق و حقوق زن از نظر انتخاب، از نظر کارایی، از نظر همه چیزها نصف حقوق مرد بوده، حالا از نظر ارث بخواین بگیریم، از نظر که شاهد میتونه باشه، کلا نصف زن نصف است، نصف مرده. به این قوانین بوده، تا فقط سر این زمان 30 ساله نیومده، بوده. ولی گرفتاری من فکر میکنم این 30 ساله این بوده که اگر بقیه دنیا داشتن به طرف جلو میرفتن، اون نه تنها به طرف جلو نرفته، بلکه بعضی مسائل هم مثل سیره داشتن رو تازه وارد کرده که بدتر شده. یا مثلا شما مسئله سنگسار رو بیشتر زنها رو میبینین که اگر که احیانا در روابط عاطفی و یا در رابطه جنسی میافتادن که چرا پدرشون اینو قبول نداشت یا همسرشون اینو قبول نداشت، سنگسار میشدن، در حالی که آقایون اگر این اتفاق براشون بیفته از نظر قانون اتفاقی براشون نمیفته. تازه حرام ممکنه براشون بکنن بگن به به اصلا یه دونه استحاله، یه دونه آیه بخونه، صیغه بخونه، اصلا هیچ مشکلی نیست. پس اینجور موارد هست که ما میبینیم کلن این نوع فرهنگ که بعد ربط پیدا میکنه به اینکه قوانینی هم که در کنار این فرهنگ گذاشته شده یه مقدار زیادی همونطوری که خانم میرزادگی فرمودن به نفع مردها بوده، و زنها هم به خاطر فضای
احتیاجاتی که داشتن از نظر مالی، از نظر سیستم فرهنگی که داشتن که نمیتونن در اون جامعه سر بلند بکنن، طلاق گرفتن بیشتر براشون مشکل به وجود می آورده تا آزادی و رهایی به وجود بیاره. خب اونها هم همونطوری که ایشون فرمودن قوانینی رو امضا کردن که بدتر به نفع به ضرر خودشون شده. چرا؟ چون فکر میکردن شاید دارن امنیت میخرن و اونجاست که میبینیم این قوانین کلن به ضرر زنها بوده و ادامه پیدا میکنه، ولی از طرف دیگه هم زنها هم اون رو دارن ادامه میدن به خاطر اینی که یک ایلوژن، یک توهمی دارن از اینی که امنیت مادی و امنیت جانی دارن اگر که اینها رو ادامه بدن، در حالی که عملا این اتفاق نیفتاده و میبینیم که امنیت جانی و مالی هم اتفاق نمیفته و مکررن درصد افسردگی بالاتر میره، درصد تجاوز بالاتر میره، درصد اعتیاد خانوم ها و بانوان ایرانی داره بالاتر میره و تمام آزارهای اجتماعی رو که شما میتونین تصور کنین برای بانوان ایرانی داره اتفاق میفته. خب من میخوام این پرسش از خانم ها مطرح کنم که ممکنه به من بفرمایید که مشکل جمهوری اسلامی با موجودی به نام زن بر سر چیه؟ این مسئله اصلی جمهوری به نظر من این براش از مسئله انرژی هستی خیلی مهمتره. درسته. چیه خانم میرزادگی؟ چرا نمیتونه زن رو تحمل بکنه؟ تمام این عملکردها، دوران مختلف، تعداد وزرا، تعداد نمایندگان، تعداد استانداران، تعداد فرمانداران، اینا همه نشون میده که این تعدادم که هستن در واقع برای ویترین جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی امروز حتی با سهمیه بندی های جدید در دانشگاه سعی میکنه که ورود زنها رو به دانشگاه کنترل بکنه. شما خانم ها چه مسئله می آفرین این که قابل تحمل نیستید برای جمهوری اسلامی؟ من فکر میکنم چیزی رو که من میخواستم بگم همینه. ما اولا این رو توضیح بدم که در تمام قرنهای گذشته از انقلاب صنعتی تا به امروز هر انقلابی در هر کجای دنیا که اتفاق افتاده این قدمی به نفع زنها بوده، از انقلاب صنعتی، انقلاب فرانسه، انقلاب استقلال طلبی امریکا، انقلاب چین، شوروی، همه اینها، هر نوع، حتی دیکتاتوری ها که بوده، به قدمی هرچی جهان پیشتر رفته قدمی به نفع زنها بوده، یعنی ناگزیر بودن. ما الان ما مثلا در حکومت گذشته میبینیم بجز چند مورد که ما هنوز بهش نرسیده بودیم، به اکثر حقوقی که مثلا یه زن اروپایی داشت به اکثرش رسیده بودیم، یا عراق یا تونس. من کشوری نیستش که مردمش اکثر مسلمان هستن. مشکل عمده‌ای که ما داریم در ارتباط با زنها در این حکومت، حکومت مذهبی است. یعنی اینکه وقتی که بر تارک قانون اساسی این کشور نوشته شده، یعنی ایران نوشته شده که هر حرکت و رفتار و گفتار و نوشتار رو توضیح میده، هر نوع مسئله اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، علمی باید در چهارچوب قوانین اسلام باشه. چنین حکومتی اگر که همه مردمان جمع بشن، آقای خاتمی آمدن قول دادن که کارهایی بکنن، مجلس ششم برخی از نمایندگان زن و مرد تلاش کردن که کنوانسیون رفع تبعیض و حداقل اونو بیارن، در دو همینطور مرتب این تلاش بوده، اما کسی قادر نیست. یعنی شما ببینین فردا میتونن برن 5 تا کارشناس بیارن، کارشناس اقتصادی و این آدم های کم سوادی رو که کارهای اقتصادی اون مملکت رو میگردونن کنار بذارن، بگن که خیلی خوب از این به بعد ما میخواییم با سیستم علمی اقتصادمون رو پیش ببریم. مطمئن باشید که بعد از چند سال سیستم اقتصادی درست میشه. اما اگه تمام اقتصاددان ها، عالمان،
فرهنگ دوستان، روانشناسان همه رو جمع بکنن، بگن ما کاری میخواییم بکنیم که بر اساس این قانون اساسی باشه اما به نفع زنها باشه. هیچ کس قادر نیست که بتونه حتی یک قدم از این وضعیتی که در مورد زنها هست پیشتر بره. فقط مسئله حکومت مذهبی است. یعنی مذهب وقتی که از دلها، از کلیساها، از مساجد بیاد بیرون و بر صندلی حکومت بنشینه و دست بندازه روی قوانین اون مملکت، قوانین اساسی، قوانین اجرایی، قضایی، اون سرزمین هرگز زنانش روی خوشی و سعادت نخواهند دید. خانم دکتر زینی، من یه مقدار فلسفه رو طریقی میبینم که حالت کالایی داره. یعنی تا زمانی که ما زنان رو به عنوان کالا ببینیم باید کنترلشون کنیم و باید مدلی اونها رو کنترل کنیم که مطمئن باشیم هیچ وقت اونها حق به حقوق و صدایی نخواهند داشت و از زیر حیطه کنترل ما بیرون نمیرن. یه قسمتی که میتونم کلن بگم راجع به این حکومت اینه که کل مسائلش حالت کالایی داره. یعنی انسان مصرفی هستش، کما اینکه میبینیم نسبت به مردها هم مقدار زیادی مصرفی استفاده میشه راجبشون و اینه که کلن به حقوق انسانها نگاهی نمیشه. یعنی ما وقتی نگاه کنیم حقوق انسان چه مرد چه زن نگاهی نمیشه. حالا یه قسمت چه حکومتی چه همونطور گفتم فرهنگی که از قبلم بوده زنان کالا هستن، به خاطر همین هم باید کنترل بشن. چرا؟ چون ملک شوهرشون هستن یا ملک پدرشون هستن. یعنی شما زنان، یکی از تفاوتایی که من خیلی موقع ها روی هویت زنان ایرانی و هویت زنانی که کلن از شاید میتونم بگم هیته میدل ایست میان اینه که هویت خودشون رو هم اول میگم من دختر پدرم هستم و بعد همسر شوهرم هستم و بعد مادر پسرم هستم. یعنی هویت زن همیشه ربط پیدا کرده به هویت مردش. حالا مردها جایگاهاشون تفاوت پیدا کرده ولی اون هویت جدا نداشته. چه کل فرهنگ اجازه اینی که این هویت جدا باشه نداشته. من زیربناشو بیشتر اون کل فلسفه میبینم و تا زمانی که ما این فلسفه رو تغییر ندیم که انسان‌ها نه تنها ارزش دارن بلکه مغز دارن، نیازهای خودشونو دارن و احتیاجه که اونها برای نیازهای خودشون صحبت بکنن و انتخاباتی داشته باشن روی مواردی که دارن، فضا کلن تغییر پیدا نخواهد کرد. غیر از اونی که انسان بودن رو ما نگاه کنیم، حالا تازه میتونیم در فضای انسان بودن ایکوالیتی و برابری زن و مرد رو اون وسط میاریم و بعد آقایون هم باید یواش یواش قبول بکنن که به نفعشونه که زناشون در کنارشون باشن، همسرتشون باشن. وقتی اون بنفید، وقتی اون منفعت رو اونها هم حس بکنن، اون وقت کمک میکنن به این جهش، وگرنه میترسن از این جهش برای اینکه فکر میکنن کنترل از دست اونها خارج خواهد شد. خانم میرزادگی در خلال صحبتاشون چند بار اشاره کردن که زنان در تا سال 1358 به بسیاری از خواستاشون یا بسیاری چیزایی که جزء حقوقشون بود رسیده بودن. پرسشی که من از خانم میرزادگی دارم، اگر که شما خانم‌ها به همه این حقوق رسیده بودید، خب چرا علیه اون اقدام کردید؟ چرا علیه اون قیام کردید؟ پاسخش انتظار ندارم حالا بدید، چون وقت پخش پیام‌های بازرگانی تلویزیون به اون توجه می‌کنیم، برمیگردیم و پاسخش رو خواهیم شنید. حتما. و بنیاد فرهنگ تقدیم می کنند نوروز جشن بهاران، همنوایی موسیقی کلاسیک غرب و موسیقی سنتی ایران، نخستین اجرای سوی فصل سر اثر ریچارد دانیل پور، رهبری ارکستر پال سینت کلیر و فرهاد مشکات، با اجرایی از پاسیفیک سمفونی و گروه شمس. دوم تا 27 مارچ 2012 در سیگرستروم سنتر فور دی آرتس در کوستا میسا. جهت دریافت آگاهی بیشتر و تهیه بلیط با
تلفن 714-755-5799 و یا سامانه فرهنگ.org تماس حاصل فرمایید. پیدا کردن یک اتومبیل ایدئال کار آسانی نیست. The one and only Fiat 500 Italian technology. لذتی دلپذیر، آرامشی بی‌نظیر، ایمنی فوق‌العاده، قیمت ارزان، مصرف کم، سرعت بالا، همه و همه در فیات 500. با مراجعه به اورنج کوست فیات در کوستومیسا، حتما شما اتومبیلتان را با فیات 500 عوض خواهید کرد. به مدیریت ندا توانا و روبرت کامارزاریان. Orange Coast Fiat 2524 Harbor Boulevard Costa Mesa www.ocfiat.com. دخترم داری چی کار میکنی؟ دارم به دور دنیا سفر میکنم. راستی مامان، سفر کردن به دور دنیا به همین راحتیه؟ عزیزم بستگی داره. یعنی چی؟ منظورم اینه که مثلا اگه کارای سفر رو سیروس تراول انجام بده به همین راحتیه. اوه سیروس تراول؟ آره عزیزم، یادت دیروز مامان بزرگ در مورد معاصلشون بابا بزرگ صحبت میکرد؟ آره، اون سفر رو سیروس تراول جور کرده بود. پس سیروس تراول خیلی بزرگه. با سیروس تراول آرامش، آسایش و اطمینان همسفران شما هستند. بله، همکارم آقای خانم میرزادگی، خانم یکی از بینندگان، خانم میرزادگی جانم، من داریم خانم رو، خانم میرزادگی یه من شما رو آوردن از سوی یکی از بینندگان. بله بله، که البته من حالا نقلش نمی کنم چون این به شما ارتباط نداره. شما در سال 1358 که در ازدواج با آقای نوریالا نبودید، بنابراین این سوال از خود آقای دکتر اسماعیل نوریالا، همکار سابق سازمان برنامه خودم بکنم، باید بکنم و خواهم کرد. اما برگردیم به حرف خود شما. خواهش میگم، من جواب شما شما که اینقدر آگاهی داشتید که همین حقوق دارین، برای چی بر علیه اون رژیم بلند شدید؟ ببینید این مسئله، الان من توضیح بدم. ما یک صحبت بر این بود که ما تا قبل از انقلاب بسیاری از حقوقی رو که زنان اروپایی و آمریکایی دارند داشتیم، کما اینکه عراق داشت، تونس داشت، این کشورهایی بود که داشتن. اما یعنی از انقلاب مشروطیت شروع شده بود و همچنان ادامه داشت، تلاش زنها بود و ضمناً حکومت که دلش میخواست مدرن باشه، یعنی یک حکومتی بود که از نظر سیاسی دیکتاتوری داشت، آزادی وجود نداشت، اما در مورد مسائل
زنان یا مسائل فرهنگی چیزهای دیگه، دلش میخواست با غرب پیش بره، مدرن باشه و جلوی حرکت زنان رو نمیگرفت. اما ما قوانینمون، چیزی رو که من گفتم قوانین بود، من همیشه به اولا که من رأی ندادم به جمهوری اسلامی، اگرچه جزو کسانی بودم، نه در ارتباط با جمهوری اسلامی هیچ وقت موافق نبودم، ولی جزو کسانی بودم که دلم میخواست سرزمینم کنار همه چیزهایی که داره آزادی سیاسی هم داشته باشه. اما معمولا وقتی در سرزمینی قوانینی رو ثبت میکنن، یعنی در واقع اجرا میشه، شروع میکنه به اجرا شدن، تا زمانی که مردمان اون رو بپذیرن یک زمان میبره، بهش میگن تأخیر فرهنگی. یعنی اینکه مردم از نظر فرهنگی نمیتونن، توانایی پذیرفتن اون رو ندارند، اما این قانون هست. یعنی اگر در زمان محمد رضا شاه کسی نمیتونست بره مثلا صیغه کنه، این 90% ممکن بود. من خوشبینانه میگم، مردم واقعا خوششون نمیومد از این کار، ولی 10% هم کسانی بودن که از ترس قانون نمیرفتن، چون میگرفتنشون میذاشتنش زندان، یا اگر بچه‌ای رو از مادرش میگرفت میگرفتن میبردن دادگاه حمایت خانواده زندان. این ایمان خودش نبود، که اعتقاد خودش نبود، باور خودش به این نبود که حقوق او و زن یکیه، این ترس از قانون بود. ولی شما این رو بیاین یک کشورهایی که جلوتر از ما بودن، جلوتر از ما شروع کردن این قانون رو به ثبت رسوندن، این برابری رو، شما میبینین مثلا برای مرد آمریکایی خجالتی نداره اگه بشینه تو خونه مثلا شلوار بچهش رو عوض کنه یا کارهایی رو بکنه که توی کشور ما میگن کارهای زنانه. این برای اینکه این مرد دیگه اون مرحله تأخیر فرهنگی رو گذرونده. همکنون هم مثلا در امریکا این تأخیر فرهنگی رو اینه که میگن وقتی یک زنی، یک مثلا خانم پزشکی با یه آقای پزشکی میرن یه جای کار میگیرن، به زنی، به خانم پزشک کمتر پول میدن. از این مسائلی که هست. ولی در اصول، در چیزهای کلی، اینها از این تأخیر فرهنگی گذشتن. ما گرفتار اون تأخیر فرهنگی بودیم، یعنی قانون رو داشتیم ولی مردم درکی نداشتن هنوز. اگر اون زن درک داشت، اگر شناخت داشت در مورد اون حقوقی که گرفته، به طور قطع نمیرفت علیه خودش رأی بده. ولی من اعتقاد دارم که اکنون بسیاری از اون زنهایی که در اون زمان به اونجا نرسیده بودن، الان فرزندانشون به خاطر فشار و زخمی که مدام از طرف این حکومت بر اونها تحمیل شده، اینها این توانایی رو دارن که وایسن مقابل این بلایی که داره به سرشون میاد، و اگر فردای یک انتخابات آزاد تو اون مملکت باشه، انتخاباتی که از صندوق رأی، رأی مردم بیاد بیرون، یقینا تعداد کسانی که به جمهوری اسلامی نمیگن درست همون عکسی خواهد بود که در سال 58 بود. متشکرم. خانم شما هم در این مورد پاسخی دارین؟ من تجربه هم یه مقدار متفاوته با جناب خانم میرزاده. من 13 سالم بوده که از ایران اومدم امریکا، و زمان انقلاب من ایران نبودم، من امریکا بودم. زمان انقلاب من 17 سالم بود و امریکا بودم، و 4 سال بود که در امریکا زندگی میکردم. ولی در همون 13 سالگی هم که در ایران بودم، که قاعدتا همون سنین سالهایی میشه که خانم میرزادگی میفرماین، قانون برابری زن و مرد رو من حداقل ندیده بودم، نه تجربه کرده بودم، و به هیچ عنوان مانند امریکا و اروپا نبود.
یعنی اینی که هنوز قوانین که شما دو تا زن میخواین به جای یه دونه مرد که بره شاهد بشه، اگر که از نظر ارثی و هر چیزی که به مرد میرسه نصفش و حتی ثلثش به زنها میرسه، این قوانین الزاماً در امریکا و اروپا نبود به عنوان برابری. شما در همون زمان وقتی میدیدین، وقتی که بعد طلاق قرار بود اتفاق بیفته، حق طلاق در حقیقت بیشتر با مرد بود و بچه به مرد میرفت، بچه مخصوصا سنین پایین به مرد میرفت و مرد میتونست خیلی راحت اون زن رو اجازه نده بهش که فرزندانش رو ببینه و هیچ نوع دادگاه خانواده‌ای نبود که میتونست مجبور بکنه مرد رو که باید حتما زن رو اون زن رو میتونستش که بچه هاش رو ببینه. در نتیجه خیلی باید اتفاق ها می افتاد تا زن ها می تونستن برن بچه هاشون رو از توی دادگاه به طرف می گرفتن، در حالی که تو امریکا این نیست. یعنی امریکا دادگاه های خانواده این کار رو نمی کنه که نگاه می کنه، تشخیص می ده که چه چیزی با کدوم بچه در چه سنی با چه شرایطی باید به مرد و زن بره و تشخیص می ده که چالد سپورت چه مقدار پولی باید بیاد و و و مقدارهای سنگسارهایی که شما می دیدین که داشت اتفاق می افتاد بالاترین بود در غرب، در غرب ایران و یه قسمت‌هایی از شرق ایران که قبل از انقلاب هم اون موقع بود هم الان. و در اون زمان‌ها شما باز می‌دیدین که چون صحبت بر این بودش که قانون هست، ببینید من اگه شاید من در درکم متفاوت با اون چیزی که شنیدم از ایشون فرمودن، ولی صحبت این که قانون هست ولی ملت دوست نداشتن. خب قانونی که اگه ملت دوست ندارن اون نمیاد کارایی داشته باشه، پس فایده ای نداره. یک سری خط یه جایی نوشته شده، قانون زمانی مطرحه که اینفورسبل باشه، باید انجام بشه. اگر قانونی هست باید انجام بشه. همون موقع درسته میگفتن که چند زنی نباید باشه، ولی خیلی از جاها میدیدیم که چند زنی بود و طرف فقط زیرش نوشته بودش که باید اجازه زن اولتو داشتی و اجازه زن اول رو حالا به زور به هزار تا چیز طرف میتونست بگیره. چرا؟ چون باید موندرار بود، باید پول بهش میداد. در نتیجه میدیدین یک مردی 4 تا شهر زن داشت، 4 تا یالما بچه داشت، ولی قانونی نمیاد به این آدم برگرده بگه تو حق نداری که 4 تا زن داشته باشی. میگفت اگه زنات اجازه بدن اشکالی نداره. خب اگه زن اجازه بدن، وقتی که زنی حامل است یا بچه داره، 4 تا بچه داره، مردش گذاشته رفته یه دونه زن دیگه تو یک شهر دیگه تو استان دیگه گرفته، اینم میگه نه من به تو اجازه نمیدم. فضایی نیست، قانونی نیست که پشت اون مردو بگیره که تو بعد تمام زندگی این زن رو و بچه‌ها رو جلو ببری. در نتیجه چون اون قوانین وجود نداشت، اجازه رو طرف میداد برای اینکه گرسنه نمیمون. خب ببینید اینا یه مقدار با هم تضاد داره. قانون اگر هست اینفورسبل نیست، که چه فایده ای داره اون قانون؟ یا قانون نیست و در نتیجه نمیشه در عمل کاری باهاش کرد. و به خاطر اونه که این جمله ای که ما مملکت ما در اون زمان تقریبا، میگم ما بعضی ما فکر میکردیم سوئیسی هستیم، ولی رسما قانون ما رو نگاه میکردیم قانون سوئیس و امریکا نبود. و دلیلی که من اینو دارم میگم اینه که ببین برای خودمون خوب نیست که ما توی این فضای ابهامات بریم. مهمه که قانون ها رو درست بکنیم، مهمه که دار قانون ها برابر بشه. و اگر که تصور ما اینه که اگر نصفش رو به ما میدن پس یعنی همش رو دادن، قبول نیست. قیافه اون قانون و اینفورسیبیلیتیش باید کارایی داشته باشه و در عمل اون زمان هم کارایی نداشت و زبان برابری برای زن و مرد نبود. امروزه سرن در بدتر شده، ولی من نمیتونم باش عقیده داشته باشم. ببخشید شما 13 سالتون بود، ولی در همون زمان من از شما خیلی بزرگتر بودم، دو برابر سن شما رو داشتم و تونستم از طریق دادگاه حمایت خانواده بچه هام رو بگیرم. چیزی رو که ببینید، شما نمیتونید بگی که هیچ فرقی نداشته. اولا سنگسار در اون موقع نبود. شما، من نمیدونم کجا شما دیدید، کجا خوندید که بوده یک همچین چیزی. بعد از انقلاب بوده، وقتی که در زمان من گفتم اکثر چیزهایی که در اروپا آمریکا بود در قانون ما بود. بعضی چیزها مثل ارث نبود، مثل اجازه مرد میتونست ازدواج بکنه، باید دادگاه اجازه
اجازه بده، اگر زنش مریض بود اینا همه بیهوده بوده و تلاش داشت میشد انجام بشه. اما این مسئله، یک چیزی شما گفتید اصلا تمام بدن من لرزید، و اون که اگر که مردم یه قانونی رو دوست ندارن چرا باید اعمال بشه؟ مردم ممکنه این مردم ببینید الان من این حرف رو نزدم، شما برعکس گرفتین حرف منو. ببخشید من این جمله رو گفتم اگر قانون قانونه چون مردم دوست ندارن قرار نیست که اعمال نشه، چون شما تو گفتارتون فرمودین که یه قانونی هستش که قانون بوده ولی چون مردم دوست نداشتن نرفتن از قانون استفاده بکنن. مردم به درکش نرسیدن. این مسئله تأخیر فرهنگی رو گفتم، از نظر فرهنگی توانایی اینو نداشتن که بفهمن. من اعتقادم بر اینه که مسائل فرهنگی الان، یعنی دقیقاً از زمانی که اعلامیه حقوق بشر مورد مفاد قوانین حقوق بشر، مفاد اعلامیه حقوق بشر لازم الاجرا، البته نه از نظر فقط در واقع امضا شد، لازم الاجرا نیست اما پیشنهاد شده، دیگه ما نمیتونیم بگیم که زنی که در یک کشور مسلمان زندگی میکنه چون در کشوری هست که مسلمانه باید موظفه که حتما حجاب داشته باشه. ما مسئله آزادی پوشش برای زنان همه جای دنیا وجود داره. مسئله این که چند همسری یک عمل غیر انسانیه و این رو با مفاد کنوانسیون ها نمیخونه، پس یک عمل غیر انسانی و بسیاری چیزهای دیگه که ممکنه حتی 33 سال پیش نبوده. مثلا شما ببینید ما خیلی سال زودتر از اون که در تمام خاورمیانه‌ای که اسلام دین رسمیشون بوده، ما دخترهامون تونستن از، یعنی بچه هامون رو از تجاوز به تجاوز همسر نجات پیدا بکنن و از 9 سالگی به 16 سالگی و بعد به 18 سالگی بپرن. هنوز در سرزمین ما دختر 9 ساله رو، یعنی کودک رو مورد تجاوز قرار میدن و این قانونیه. چیزهایی وجود داره که این اصلا غیر انسانیه که اینها حل شده بود. من اصلا نمیگم این رو حکومت حل کرده بود، من میگم که سالها، صد سال تلاش زنها بوده اما حکومت مقابلشون صد نبوده. حکومت اکنون مقابل هر حرکتی صد هست، برای اینکه یک دیوار قانون اساسی جمهوری اسلامیه که همطور که گفتم بر تارکش نوشته هر حرکتی در اون سرزمین اتفاق میفته باید بر اساس قوانینی باشه که 1400 سال پیش تدوین شده. این قوانین ممکنه و حتما هم برای هزاران میلیون ها انسان در سراسر دنیا قابل احترام ممکنه باشه، اما این مسائل شخصیه و نمیتونه عملکرد اجتماعی داشته باشه. من میخوام بلافاصله در ظرف یک دقیقه برگردم به انتخابات و بگم زنانی که اکنون در ایران هستن در هر باری که امضا بکنن یا انگشتشون رو بزنن زیر ورقه رأی انتخاباتی، در واقع خود رو تبدیل کردن به موجودی که فقط اندکی از یک برده بالاتره. و من کاری ندارم، خیلی از ایران میان میگن که مردا نمیدونین اونجا الان زن سالاری، مردا خیلی به زنها احترام میذارن و چه زیباست که مردهای ما آموختند که به زنها در این شرایط احترام بذارن. ولی من دارم ارتباط به سه گذاشتن به انتخاباتی که در واقع ورقه بردگی زنها رو به دست خودشون به امضا میرسونه. قبل از اینکه شما اگر پاسخی داشته باشید بدید، من فکر میکنم که چون من هم در سال 1357 خیلی مسن‌تر از شما بودم و شما 13 سالتون بوده،
چند تا مطلبی رو که خودم یا ناظر و شاهدش بودم یا دستن در کارش بودم باید خدمتون بگم. اولا قانون حمایت خانواده که مقاومت خیلی زیادی در مقابل تصویبش وجود داشت، بعد از سالها در ایران در همون موقع به تصویب رسید و تقریبا پایه‌های اقتدار مردها رو در امر طلاق لغ کرد. و همونطور که خانم میرزادگی، ایشون هم به دلیل اینکه سنشون بیشتر بوده از شما در این مورد و خودشون گفتن اشاره کردن، نه واقعا صیغه کردن و چند زنی خیلی نه تنها ساده نبود، بلکه اصولا جامعه تا مرزی رفته بود جلو که مرد دو زنه یا سه زنه رو خیلی راحت نمیپذیرفت و کاملا یک عمل مذموم حساب انجام میشد، ولی نه در این اندازه و نه در این شکل، اصلا قابل مقایسه نیست، ولی عمل مذموم بود. و بعد مسئله مهم تغییر سن ازدواج بود. حتی قبل از قانون حمایت خانواده، شما اگه یه دختر 13 ساله میخواد ازدواج بکنه حتما باید به پزشکی قانونی رجوع میشد، حتما پزشکی قانونی باید نظر میداد و پدر نمیتونست اجازه بده که این ازدواج انجام بشه. و بعد فراموش نکنیم در سال 1342 یه اتفاق بزرگ افتاد و اون حق رأی بود که در اختیار زن ایرانی قرار داده شد. درسته که حق رأی رو زنها ده ها سال براش تلاش کرده بودن آزادی رو، ولی واقعیت این است که به نظر میرسه حق رأی که زنان ایرانی گرفتند چون براش تلاش زیادی نکرده بودن، هزینه زیادی نکرده بودن، احتمالاً قدرش هم نفهمیدن که این چیه که یک شبه یه فرمان صادر شد و در حالی که در تمام کشورهای دنیا شاهد مبارزات حتی خونین هستیم برای اینکه زنها به حق رأی برسن. و بعد مطلب دیگه‌ای که چون کارشناس این قسمت هم بودم نمیتونم ازش فراموش کنم، برای ارتقاء سطح آگاهی زن ایرانی در داخل روستا خانهای فرهنگ ایرانی، فرهنگ روستایی را افتاده بود که این یه بخشش روی آموزش زنان روستایی متمرکز بود و در سطح شهرها با هزینه‌های بسیار سنگین دولت جزء طرح‌های عمرانی مراکز حمایت خانواده در سراسر کشور دایر شده بود، باز هم برای کمک به زنها، دادن آموزش فنی حرفه‌ای و بردن آگاهی اونها به سطح بالاتر در زمینه مسائل اجتماعی و حقوقشون و حق حضانت اطفال. اینها بود، ولی البته پیچ کامل نیست. قانون ارث کماکان به همون نسبتی بود که 2-1 وجود داشت و با فشار همین ببخشید با فشار روحانیون در اون زمان کم فشار نبود. شما من تو روزنامه که بودیم کار میکردم، مرتب بابت یک کوچکترین کلامی که علیه مذهب گفته میشد همه شروع میکردن های هوی کردن. با این حال ولی بسیار مجموعه این اقدامات درخشان بود و سنگسار نبود. خانم اینو به ذرس قاطع خدمتتون میگم که من هیچ بیاد نمیارم خبری در اصلا چنین حکم کسی، اصلا چنین قدرتی من نداشتن، چون قوانین مدنی و جزایی ایران دست ملاحان اجرا نمی شد. در واقع یکی از بزرگترین کارهای رضا شاه که انجام داد قضاوت و قوه قضا رو از دست آخونده خارج کرد و عدلیه رو به وجود آورد و وقتی افتاد به دست مکلاها و نه آخونده، اصلا قوانین اجازه چنین چیزی نمیداد و در قانون جزای ایران همچین چیزی وجود نداشت و اگر هم جای اتفاق می افتاد به عنوان یک جنایت اون رو تحت تعقیب قرار می دادن. خانم عبادی در اون دوره تونستن قاضی بشن، الان که نمی تونه زنی قاضی بشه. صحبت یه مقدار این سه تا قسمت اول که شما فرمودین رو
شواهدش هست، یعنی ممکنه که قوانین تغییر پیدا کرده بود ولی شواهدش هست که اگر اون قانون هم واسه همینم گفتم تا اگر قانونی در جای انجام شده نوشته شده ولی عملا داره انجام نمیشه، اون رو باید در نظر گرفت که چطور سیستم داره کار میکنه، که اگه شما کتاب رو باز کنین قانون نوشته شده ولی عملا ممکنه انجام نشه چون شواهدش بسیار هست. ولی گفتار سر این شدش که جمله خودتون نوشته شده که آیا ما اون زمان به همه قوانین به همه حقوقی که قرار بوده برسیم رسیدیم و همزمان بودیم با قوانینی که در امریکا و اروپا و غرب بود. در این مسئله است که من وقتی که نگاه میکنم و در غرب چون خیلی سال زندگی کردم میبینم حقوقی که برای زنها درسته که اینجا هنوز همونطور که خودتون فرمودین نگاهی میشه به اینی که چجوری اگر در مسئله اینکام و حقوق درآمد زنها در یک سری جاها ممکنه که برابر نباشه، در خیلی از قسمت‌های دیگه از نظر قوانین اروپا و امریکا این برابری رو به وجود آورده. ما وقتی که خودمون رو شروع میکنیم مقایسه کردن مملکتمون رو چه امروز چه قبلش رو با این قوانین میگم میکنیم گرفتاری پیدا میکنیم چون راه همون بسیار بسیار زیاده. اجازه بدید حرفم تموم شه لطفا. ما ببخشید، ما قرن‌ها ما رو تحت فشار قرار دادن. متاسفانه وقت تمام شده که من توضیح میدادم اینجا که چگونه ما رو از زمانی که زنان ما در یه دوره بود که قوانینی که در اون دوره قبل از اسلام بود به مراتب مترقی تر از قوانین مثلا 50 سال پیش ما بوده، چه برسه به اکنون. متشکرم خانم میرزادگی، شما توضیحتون تموم کنید. دارم صحبت میکنم مثل هر روز. نه تمام شد صحبت. صحبت بیشتر اون گرفتاری من حداقل با این مدل بحث هستش که زمانی که ما فکر بکنیم اونی که داشتیم 30 سال پیش یک سطح بوده بعد دوباره داریم تلاش میکنیم به اونجا برسیم، در حالی که تلاش ما به اونجا نیست. اجازه بدین حرفمو بزنم خانم میرزادی. شما یکی از مسائل تحمله که با هم دیگه بتونیم حرف بزنیم، ولی قسمت مهم اینجاست که ببینید برای ماها وقتی که مسائلی که شما توضیح دادین و ایشون توضیح دادن مسلم از اینجا قرار بوده به اینجا برسیم. چرا؟ برای اینکه 1970 بوده نسبت به بقیه دنیا ما هم قرار بوده رشد بکنیم، یعنی یه چیز عجیب غریبی نیست که ما رشد کردیم اون موقع، درسته؟ باید رشد میکردیم همون وقتی که بقیه دنیا داشته رشد میکرده. و درسته که 30 سال 1400 سال عقب رفتیم، ما صحبتی هم روی اون نداریم، فقط برای ما زنان ایرانی و کلن میدل ایست من فکر میکنم که آگاهی به اینی که قوانین یکسان چی هست خیلی مهمه، برای اینکه بعد به اون برسیم، نه اینی که تازه برگردیم به 30 سال پیش و بگیم اون جایی بودش که خیلی عالی بود. من مشکلم با طرز بحث تو اونه. متوجه صحبتم هستی؟ نکته که خانم میرزادگی میگفتن این نبود که ما میخواییم به اون برگردیم. ایشون توضیحی که من از فرمایشات ایشون متوجه شدم این است که ما در سال 1157 به قسمت عمده ای از این خواستا رسیده بودیم. این انقلاب سبب شد بسیاری از اون چرا که رسیده بودیم اونها رو از دست بدیم، برگردیم تازه دوباره باید تلاش کنیم، اول برگردیم به سال 1357 و بعد جلو. من از صحبت‌های ایشون اینو فهمیدم خیلی بیشتر از 1357 ما باید جلو بریم، یعنی در فضایی که ماها هستیم و اونجاست که برای من این ابهامی که برای زنان ایرانی بیاد که اونجا فضای درست بوده نیست، بلکه خیلی بالاتر از اون باید فضا بود که مادر بزرگوار شما یکی از درخشانترین چهره های وسایل ارتباط جمعی بودن و این فضا رو برای رشد داشت و یه شخصیت تأثیرگذار و تعیین کننده بود. یکی از اون و منم از پدرم گرفتم بعد از طلاق توانست این کار بکنه. بله، این نیستش که اون نتونست، ولی خیلی از کسان دیگه این نمیتونه. ببینین قانون وقتی ما قانون میذاریم، یعنی این نیستش که با شما بله به اون یکی نه،
قانون یعنی یک ضوابطی داره بله. که اونجا مشخصه، نه اینی که اگر من بتونم قدرتی رو به وجود بیارم در این قانون اون چیزی که میخوام و میگیرم، ولی 6 نفر دیگه که اون قدرت رو نتونن به وجود بیارن از اون قانون نمیتونن استفاده کنن. ببینید قانون از اونجاست که فقط تفاوت متأسفانه اصلا بحث عوض قوانین شد. قوانین مربوط به حمایت خانواده در ایران در واقع داشت پایه و مایه خودش میگرفت، ریشه کرده بود و وضعمون خیلی متفاوت. برحال مسئله ما مسئله این است که حقوقی رو هم زنامون از دست دادن هم مردامون از دست دادن. ما یه جمهوری جهل و جنون رو انتخاب کردیم و خانم میرزادگی در روی کار آمدنش نقش داشتن، بنده هم نقش داشتن، همه اون روشنفکران ایران و اون دوران کم و بیش همه ما نقش داشتیم در این که، نه اینکه ما رفتیم علیه اون جمهوری ایستادیم و این بلا رو سر خودمون آوردیم. حالا اجازه بفرمایید که بریم روی خطای تلفن و نظر بینندگان رو داشته باشیم. خانم میرزادگی نمیخوان به من بگن که در انقلاب حضور نداشتن. من یکی حضور داشتم و هر کاری هم که امروز بکنم تا آخر عمرم من بکنم در واقع کفاره این گناه رو نمیتونم جوابشو بدم. حالا اجازه بدید خانم میرزادگی من خطا رو بگیرم. بینندگان عزیز میتونید از این لحظه با ما تماس بگیرید. 818-301-8000 تلفنیست که خواهش میکنم مختصر و خلاصه صحبت بفرمید. بفرمید بفرمید بفرمید. درود بر شما. درود بر جناب علی. بفرمید. من میتونم نظر رو بدم؟ معلومه که میتونید. بفرمید جناب. ما مسئله اصلی ما اینه که در زمانی که ما یه دیکتاتور آوردیم سر کار و این دیکتاتور داره مرد و زن ما رو میکشه، دیگه چه جایی هست که حقوق زنها یا حقوق مرد را برقرار باشه؟ ما دیگه نمیتونیم کاری بکنیم تا این رژیم سرنگون بشه. یعنی جدایی دین از حکومت. از تلویزیون گوش میدم. متشکرم. مرسی. نظرشون رو فرمودن، پرسش نداشتن. بفرمید. خواهش میکنم. الو. بفرمید سرکار خانم. سلام آقای پوزن، شمایی؟ بله خانم، خودم هستم. سلام، خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون. متشکرم خانم. من میخواستم در جوابی به قول معروف نظری داشتم. من دو خانم زینی کاملا موافقم. من البته خیلی سنم بالاتر از خانم زینیه و اون زمانم بودم، زمان انقلابم دانشجو بودم، درسم رو تازه تموم کرده بودم در دانشگاه، ولی من موافقم. خیلی این قوانین بود در زمان شاه، البته من با این ملاد مخالفم کاملا، ولی یه چیزی بگو بهتون بگم. همین خمینی در زمان همون انقلاب من بودم و درست سبخوهی دانشجو بودم، در نخبوهی جوانی بود به قول معروف، هیچ فرقه هم نبودم، هیچ حزب و گروهی هم نبودم، ولی همین خمینی یک کاری کرد. این زنانی که زمان انقلاب خیلی از خانمهای مثل مادر من، مثل خاله های من، مثل اصولا زندگی که میدل کلاس ها اینا مخالف بودن، این خمینی زنانی که دینی بودن، مذهبی بودن، از تصویر کشید بیرون و این خودش یه آزادی بود که به این زنها داد. اون زنانی که توی انقلاب توی اون جمعیت بودن از درم شاید هیچ وقت تو زندگی شون حتی به نوایی هم نرفته بودن، ولی این حساب دینی که آقا گفته بود همه ریختن بیرون و اینا الان همین به قول معروف فاطمه کمانده ها و اینا آزادی که خمینی به اینا داده بود در واقع یه جورایی به بخشی از زنها آزادی داد. ولی این چیزایی که خانم زینی میگن در مورد قانون شاه درست میگن. زمان شاه ممکنه مادر ایشونشون از باباشون گرفته باشه ولی اون قابلیت مالی رو داشته حتما بگیره، ولی خیلی زنها بودن که واقعا نمیتونستن و قانون هم هیچ کاری نمیتونست در اونا بکنه. اونقدر سفت زحمت خانم میزدی اون موقع اون موقع هم در تبایلی بود که سرسار میشد که
تهران نبود، تو شهرستانهای بزرگ نبود، در جاهایی در ایران ببینم. خیلی معذرت میخوام خانم، خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام خانم، اظهار نظرتون در این مورد کاملا خلاف واقع و به خودم اجازه میتونم بگم که دروغه، چنین چیزی وجود نداره. مطبوعات اون زمان هستن در دوران محمد رضا شاه، بالاخره حقیقت که نمیشه کتمان کرد بر سر فقط یک بحث، وجود دارن و چنین چیزی نیست. شما اگر سندی دارید که در دوران محمد رضا شاه پهلوی در قانون جزای ایران اجازه داده که سنگسار بشه و سنگسار اتفاق افتاده باشه، اون سند رو بفرستید، من در همین جلوی صفحه تلویزیون از شما عذرخواهی میکنم، چنین چیزی نیست. بقیه چیزا که بعد قانون آدمای زورمند زورشون میرسید حقشون رو میگرفتن، مثل مادر سرکار خانم دکتر زینی، ولی اگه زورشون نمیرسید نمیگرفتن. خب این چیز تازه نیست، امروز هم همین هست، در همه جای دنیا همین هست، ولی در این یک مورد این کاملا کتمان حقیقت و کاملا دروغه، حتی نادرست نیست. من منظورم خانم زینی نیست، خانم زینی میگه من یه دختر 13 ساله بودم از ایران خارج شدم، نوجوان بوده، یه تینیجر، تازه آغاز دوره تینیجریتون بوده نبوده. خانم زینی طرف من نیست، ولی شما طرف منی، چون دروغ دارید. کذب، بله کذب محض میگید. اصلا خانم میرزاده شما حرفی دارید؟ بله، من خواستم بگم مسئله ختنه زنها که یکی از فجایعیه که در کشورهای خاورمیانه انجام میشه، در ایران تقریبا تموم شده بود، یعنی از ترسشون. الان شما توی خود روزنامه ها، من اسنادشم براتون میفرستم، روزنامه های دولتی نوشته میشه که مثلا در فلانجا در غرب جنوب ایران این ختنه ها داره انجام میشه و کسی جلو اینا رو نمیگیره. یعنی اینا چیزهاییست که در واقع نباید آدم راحت ازش بگذره. زندگی انسان ها زندگی موجوداتیه که، و بعد هم همه بحث بر سر اینه که آیا ما این انتخاب، این رأیی که دادیم درست بوده یا نه. فقط بس الان چون موقع انتخاباته این مسئله خیلی مهمه. متشکرم. شما نظری نخواهیم؟ بحث بیشتر یه مقدار رفته به اینه که آیا تفاوتی بوده بین اون زمان یا این زمان، و این بحث اصلی نیست. این یک فقط یک صحبتی شد که نسبت به اون صحبت یک پاسخی است، ولی مسئله اصلی به نظر من نباید الان بره سراغ اینه که آیا چه تفاوتی بود. من فکر کنم همه یه مقدار زیادی، نه فقط ما بلکه بقیه ممالک دنیا هم بسیار مشخصه براشون که کل قوانین ایران، میگم 1400 سال فقط، این مورد بحث نیست الان، برای اینکه من فکر نکنم هیچ کسی با این مسئله مشکلی داشته باشه. ولی همونطور که شما فرمودین و خانم میرزاده میفرمایند، اینه که کجا قراره بریم. ببین هدف قراره چه نوع قوانینی باشه؟ هدف قراره اینه که اگر قراره آدم ها برن صندوق رأی رو داشته باشن، یا خانوم ها رو، بانوان رو دوباره بتونن بذارن در مراکزی که اینها قراره که جزء مجلس باشن یا سنا باشن، در اون زمان چه نوع قوانینی رو باید دنبالش بریم؟ آیا قوانین فقط تا اینقدر داریم میریم بالا، یا اینه که مرزش خیلی بالاتر قراره؟ مرسی خانم. خانم میرزادگی تصویرتون یه خورده کدر شد، یا نورتون زیاد شد این مشکل ایجاد کرد؟ هیچ، من دست به هیچ چی نمیزنم. اتاق فرمان شما میتونید الان بهتر شد، الان دوباره برگشتیم، ولی اب نداره، مدارا میکنیم با هم دیگه. الان خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی دائما تغییر میکنه. ولی اجازه بدید خط دیگری بره. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام خانم، متشکرم از وقتی که به من دادید. توی پنل مهموناتون صحبت میکنن و خیلی خوبه اینطوری نظرها متقابله، یا به هر حال نیست اختلاف، تفاوت نظر وجود داره. به نظر میرسه که شما مشاور یا به هر حال کمک خوبی هستین برای خانم میرزادگی. منم نه خانم، اجازه بدید، شما وقت قطعتون نکردم، متلک نگید، دقت میفرمایید، حرفتونو بزنید و مطلق نگید. من اصلا هیچ قصد
به اصطلاح مشاوره و کمک نیستم، به ایشون ندارم خانم. من مثل شما دنیا را از دید ایدئولوژی نگاه نمی کنم، واقعیت را نگاه می کنم. کارشناس کشورم بودم و اون روزها رو دیدم. ملزم فرمایید، حالا میارمتون روی خط، حرفتونو بزنید، طنز نداشته باشید، کنایه‌ام نزنید، چون اصلا نمیگیرمش. بفرمایید. مرسی خانم که قطع کردید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید آقا. متشکرم. من میخواستم صحبتی بکنم که با توجه به صحبتهایی که خانم ها کردن اینا، باید یه مقدار هم به تاریخ توجه داشته باشیم، ببینیم این رضا شاه و محمد رضا شاه از نظر زبانی چه جور مملکت رو تحویل گرفتن و چه وضعی بود. بله فرمایش رو ندام بدید. چه وضعی بود و موقعی که ترک کرد ایران چه وضعی بود و بزرگترین گرفتاری محمد رضا شاه این بود که آزادی به زن داد، حق رأی داد. بزرگترین گرفتاری خمینی با محمد رضا شاه این دو سه تا بود. کارگر رو حق سهم داد، کشاورز رو آزاد کرد، به زمین بهش داد. بزرگترین گرفتاری خمینی با محمد رضا شاه آزادی زن بود، حق رأی به زن دادن بود. اگر ممکن بود اونا رو نده هنوزم شاه باشه و خمینی هم بهترین دوست و صمیمیش و همراهش باشه. متشکرم آقا، خیلی ممنون. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. خیلی متشکرم تلفن رو گرفتید. جناب فروزنده، من فکر میکنم اون زمان ما آزادی های اجتماعی بیشتر داشتیم و امروز آزادی های سیاسی بیشتر داریم. به هر صورت متاسفانه هر در مورد رژیم گذشته یک کاستی ها داشتیم و الان بیشتر داریم. تا همین رژیم الان 63% خانم‌ها وارد دانشگاه شدند. حالا با چادر میرن متاسفانه چیزی هست که وجود داره و این من فکر میکنم متاسفانه یک دیکتاتور رفت یک دیکتاتور دیگه ما آوردیم بدون که خودمون بدونیم چه کار میکنیم. و من فقط امیدوارم که برای آینده ما با دید بیشتری آلترناتیو رو انتخاب کنیم و صحبتی دیگه ندارم. سپاسگزارم از رسال نظرت. نظری دارید نسبت به صحبتاشون؟ ببینید، البته خانم ها نظر خودشون رو دارن. رژیم گذشته ساقط شد به دلیل فسادی که همینجا باید بگیم این فساد اصلا با فساد جمهوری اسلامی قابل مقایسه نبود، که فساد بنیاد زندگی شد. رژیم گذشته ساقط شد به یک دلیل فقط، فقدان آزادی در سرزمین ما. یعنی مهمترین دلیلی که رژیم پهلوی به زیر آمد و محمد رضا شاه پهلوی ساقط شد چیزی جز فقدان آزادی نبود. محمد رضا شاه پهلوی معتقد بود آزادی بعد از توسعه اقتصادی و اجتماعی باید داده بشه. به یادداشت‌های علم نگاه کنید و قیمتشو هم او پرداخت هم ملت ایران، و کسی نمیتونه این اشتباه بزرگ یک رهبر رو بر او ببخشه. ولی این نباید سبب بشه که هر چیز درستی هم در اون دوران ما انکار کنیم یا هر اقدامی هم که شده حالا بریم تو خاطرات خودمون درست جعل تاریخ بکنیم. این قابل قبول نیست. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید آقا. بفرمایید خانم. بفرمایید. بله بفرمایید خانم. سلام عرض میکنم، شب که شبتون بخیر. میخواستم یه دلیل دوابطه که حقوق زنها رو در قبل از انقلاب میگید، خیلی مسائل واقعا من خیلی کمتر شنیدم که مسائلی که در اون زمان اتفاق افتاده کسی بیان کنه. من اینو میدونم که از فامیلای نزدیک من در زمان رضا شاه سن ازدواج 9 سالگی رو به 16 سالگی ارتقا دادن و شب همون شب افراد سنتی دخترانشون رو شوهر دادن. این برای این زمان در زمان زمان محمد رضا شاه افرادی در فامیل من، فامیل نزدیک من عقد کرده بودن و اینها عقدشون و شوهرانشون مهر طلاق نمی دادن. حتی رفتن به اروپا رفتن
اونجا وکیل گرفتن و قادر نبودن که این ازدواج رو به هم بزنن و اولین کسی که از قانون حمایت خانواده استفاده کرد من اسمشو نمیتونم اینجا بگم چون نمیتونم الان در این رابطه تو ایر بگم، اما این خانم تونست دو نفر در فامیل من که بعد از 20-30 سال که ازدواج یعنی عقد کرده بودن و شوهرانشون طلاقشون نمیدادن از عقد اینها خارج بشن. یکی دیگه حضانت فرزندان بوده، باز هم این هم در فامیل من اتفاق افتاده که پدر فرزندی که فوت میکنه پدر بزرگ اون فرزند، فرزند به خاطر دارایی فرزند تحت حمایت خودش میگیره و اولین کسی که تونست مادرش این بچه رو از حضانت پدر بزرگ و عموهاش خارج کنه فامیل نزدیک من بود. افرادی که میان اونجا باید در مورد این قوانین اطلاعات کافی داشته باشن و جریان به اونطور که اتفاق افتاده بگن. خیلی متشکرم از وقتی به من دادید. مرسی. نظرشون رو گفتن. پرسشی نظری دارید شما؟ خانم میرزادگی نظرشون رو گفتن. آقای فروزنده، من نمیدونم چرا بحثی که راجع به انتخابات بود رسید به این مقایسه. اولا من به اون شنوندهی که آمدن و گفتن شما کمک میکنیم میخوام بگم که من تمام زندگیم سعی کردم به جایی برسم که کمک مردها رو نگیرم و من از کسی کمک نمیخوام، خودم به اندازه کافی زبان دارم که حرفمو بزنم و اگر کسی دو نفر اعتقادی راجع به یه مسئله یا نقلی میکنن این معنا رو نداره. من همطور که گفتید ما موظفیم، هر انسانی موظفه وقتی که مقابل جمعی قرار میگیره که میخواد در مورد یک واقعیت تاریخی صحبت بکنه باید حقایق رو بگه، حتی اگر عقاید سیاسی متفاوتی داشته. من به عنوان یک جمهوری خواه که همیشه این رو بارها گفتم حاضر نیستم هیچ وقت اگر که نکاتی رو در یه جایی میبینم که از نظر سیاسی با اون روش مخالفم یا موافق نیستم حقانیت چیزی رو زیر پا بذارم به خاطر عقیدهی که دارم. و این درست نیست که ما به این روز خودمون رو برسونیم که همه چیز رو زیر پا بذاریم و اهانت بکنیم به هم به خاطر این که داریم فرزن چیزی رو شما چون علاقهی به سلطنت ندارید شمایی که اونجا نشستید اگر که کسی بگه چیزی بهتر در اون زمان بوده از حالا براشفته بشید و اهانت بکنید. متشکرم. بفرمایید. 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 درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید. خواستم یه پروگرامی صدا کنم. خودم هستم. بفرمایید. یه نظر داشتم میشترم که خیلی بحث میشه که در مورد انتخابات باید صحبت کنیم. من اول برنامه رو بنگم بسیدون این سوال رو دوباره تکرار کنیم چه سوالی به بحث اصلی ببخشید اگر ما دیدید و نشنه میدونم کنم بگم اینه که به نظر من سیر زمان محمد رضا شاه شخصا و خمینی مثل تقریبا سیر مثل هیتلر باید تا چه بمونه این کجا این کجا پنج رو نظر من تا چرا هم خیلی کسی ها مطمئن خیلی کاره بعدی کرد ولی خب بخاطر برآوردن این نیروت و قدرت های دیگه نیست خیلی چطور پایان ترمیشن این کار انجام داد که خیلی نگردمان شده عددی سیاسی رو خیلی از نظر جامعه گرفت از خیلی از نهادهای اجتماعی انگلیس ولی اگر این کار هم نمی کرد خیلی یه فرد جدید هم که هست همون بدتر می شد این نظر شخصی نامه خیلی نامی می شد. مرسی. بفرمایید. خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام آقا. میخواستم با آقای فروزندی صحبت کنم. امرتون رو بفرمایید. من میخواستم یه موضوع رو خدمتتون بگم که در مورد انتخابات که ما همه داریم این انتخابات در حقیقت که شما میدونید فرمایشی است.
ولی یه نکته که خانم میزادی خیلی قشنگ صحبت کردن در مورد تفاوت بین رای دهندگان و دموکراسی و موقعیتی که در زمان شاه بوده و در این زمان هست، ما باید یه مقدار بیشتر درباره صحبت کنیم که رفت مستقیم به انتخابات داشته باشه. ببینید در زمان شاه هیچ گروه سیاسی حق صحبت کردن نداشت به جز گروه های مذهبی. این ملایان در تمام مساجد مکاتب میتونستن با مردم ارتباط برقرار کنن، هیچ کدوم از گروه های سیاسی امکانات نداشت. این یکی از نقاط بزرگ ضعف رژیم شاه بود که ما رو به این روز نشوند و اینها تونستن در میان مردم قدرت پیدا کنن. برای اینکه شاه بعد از کودتای 28 مرداد توانست تمام جلوی اینا رو بگیره و گرفتن جلوی این حرفای این پلتفرم های سیاسی مختلف میشه جبه ملی یا هر کسی دیگه توانست که این ملایان و این رژیم مصرد آخوندی بر ایران مسلط بشه و حق زنان بگیره. و من این همه چی فرمایشی شد از زمان وقوع انقلاب تا به حال ما این رژیم تونست کاری بکنه که همین جور به اصطلاح مثل یک کارگر ساختمانی که سرند میکنه این شنها رو تا به جای رسیده که این شنهای درشت فقط برش باقی مونده، همه علک کرده گذاشته کنار و به دیگه نمیتونه. فقط تنها کاری که میتونه این که این درشتار برای خود جمع کرده و دیگه از این بزرگتر دیگه نداره. و حقی که انتخاب برای انتخابات از سر زنان خیلی خیلی کمه و هیچ راهی به جز نابودی جمهوری اسلامی وجود نداره که این باید یک آرمانی باشه برای اتحاد کلیه نیروهای زیر سازی. و درخش من دیگه وقت رو نمیگیرم تا اینجا تونستم که عقاید خودم بگم. خیلی ممنونم که تونستم از پلتفرم شما استفاده کنم. خدا نکشت. متشکرم. خیلی متشکرم خانم دکتر که تشویق دید امشب در خدمتتون بودیم، خانم دکتر زینی و همینطور سرکار خانم شکوه میرزادگی. به امید گفتگوهای آینده با شما خیلی ممنونم. اجازه فرمایید که با بینندگان عزیزم خداحافظی کنیم. هر جا هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و باور کنید که میشه دنیا رو به کام خودتون بگردونید. سر اومد زمستون شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، کوها لاله زارن لاله زارن، لاله ها بیدارن لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن، توی کوه سون داره توفنگ و گل و گندم داره میاره، توی سینش جان جان جان، توی سینش جان جان جان، یه جنگل ستاره داره جان جان.